بهترین فیلم های ورزشی بر اساس واقعیت. ورزش و رقابت های ورزشی ذاتشون سرشار از هیجانه. شهامت، شجاعت و هیجان چیزیه که موقع دیدن مسابقه های ورزشی به ما تزریق میشه. باور کنین سینما چیزی کم داشت اگر درباره ورزش و ورزشکارا فیلمی ساخته نمیشد. توی این ویدیو رفتیم سراغ بهترین فیلم‌های ورزشی که بر اساس واقعیت ساخته شدن. سعی کردیم ورزش‌های مختلفی رو داخلش جا بدیم، از بیسبال و بوکس و راگبی تا داستان رقابت برندهای معروف ماشین. البته فعلا فوتبال رو گذاشتیم رو نیمکت ذخیره‌ها. پس اگه یه عشق ورزشی نو حاضرین به جای ورزش کردن همه فیلم‌های ورزشی رو تماشا کنین، این ویدیو رو از دست ندین چون به شدت جذاب و پرهیجان. اگر این ویدیو رو دوست داشتین برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنین. رودی. وقتی همه میگن نمیشه و نمیتونی، تلاش کردن واقعا سخته. این کاریه که رودی انجامش میده، ورزشکاری که آدمای اطرافش مدام بهش یادآوری میکنن که تو خیلی کوچیکی برای وارد شدن به دنیای فوتبال آمریکایی، اما رودی همه محدودیت‌ها رو پشت سر میذاره و موفق میشه. درام ورزشی رودی بر اساس زندگی واقعی رودی روتیگر ساخته شده. خود رودی میگه 92% این فیلم طبق واقعیته. روتیگر بعد از اینکه به خواسته‌هاش رسید، حالا توی زندگی واقعیش سخنران انگیزشیه و به بقیه مردم انگیزه میده. اگه انگیزت به شدت پایینه و حوصله سخت تلاش کردن رو هم نداری، این فیلم رو نبین. ولی اگر تونستی زندگی نامش رو بخون. رودی روتیگر. You're an all-American and our captain act like it. من تونیا هستم. زندگی واقعا بیرحمه. این رو درام من تونیا هستم به شما ثابت میکنه. این فیلم داستان واقعی زندگی یه اسکیت باز معروفه، تونیا هاردینگ. البته فیلم داستان قبل از معروفیتش رو نشون میده. بازی ها، کارگردانی، دیالوگ و همه چیز این فیلم درست و به اندازه است. نیمه دومش بهتر از نیمه اوله و یه مارگو رابی فراموش نشدنی داره که نامزد اسکار هم شد. فقط یادتون باشه با دیدن ژانر کمدی فکر نکنید با فیلمی طرفین که قراره باهاش قهقه بزنید، چون این یه کمدی سیاهه و طنزش زیرپوستیه. سال 2018 من تونیا هستم تونست برنده اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن بشه. Can't shut her up about it, so it's easier for me to put her on ice, if you know what I mean. معجزه. درام معجزه دقیقا داستان یه معجزه رو بیان میکنه. این فیلم درباره زندگی هرب بروکس، مربی که تونست المپیک 1980 تیم شکست ناپذیر شوروی رو شکست بده و آمریکا رو قهرمان مسابقات هاکی کنه. این موفقیت به قدری تاریخی بود که به معجزه روی یخ معروفه. معجزه با توجه به اینکه بیوگرافیه و از طرفی ممکنه خیلی از هاکی خوششون نیاد، کسی نمیره سراغش، اما فیلمیه که ارزش دیدن و 2 ساعت وقت گذاشتن رو داره. Where you from? Who you are? Go ahead. You're a hell of a hockey player. This doesn't change that. Moneyball. سال 2012، دقیقا همون سالی که جدایی نادر از سیمین جایزه اسکار رو برد، مانیبال هم توی 6 رشته از جمله بازیگری، تدوین و فیلم نام نامزد شد، اما برنده هیچ جایزه ای نشد. این درام درباره زندگی بیلی بینه، مدیر ناموفق یه تیم بیسبال، تیمی که پشت سر هم شکست میخوره و بازیکناشو از دست میده. بیلی با بازی براد پیت سعی میکنه با یه راه حل عجیب، یعنی با استفاده از معادله های ریاضی، تیمش رو نجات بده. بیلی بین همین حالا هم جز مدیرای ورزشی و موفق آمریکاست. کی فکرشو میکرد ترکیب اقتصاد، ریاضی، بیسبال و براد پیت انقدر دیدنی باشه؟ اسم این فیلم رو یه گوشه یادداشت کن و حتما ببینش. 47 Okay. It's losing fun. No. Because you can't trade Jeremy Giambi. You'll be fine, Ed. تایتان ها را به خاطر داشته باش.
این فقط یه فیلم ورزشی نیست. تایتان ها را به خاطر داشته باش یه داستان الهام بخش از مبارزه ها و پیروزی هاست علیه همه شرایط نابرابری که وجود داره. داستان این درام با ادغام دو مدرسه سفید پوست و سیاه پوست شروع میشه. این کار باعث میشه یه مربی سیاه پوست جایگزین مربی سفید پوست فوتبال آمریکایی بشه و این شروع عرق ریختن توی یه مسیر پردست اندازه. دنزل واشنگتن از بازیگرای این درامه که امتیاز بالایی از مخاطبا گرفته و مطمئنا ارزش دو ساعت وقت گذاشتن رو داره. مشتزن. داستان مشتزن درباره زندگی حرفه‌ای قهرمان بوکس یعنی میکی وارده. این درام البته رابطه میکی با برادر بزرگترش دیکی رو هم به نمایش میذاره. در واقع داستان درباره کشمکش‌ها و بالا پایین‌های رابطه این دو نفره. دیکی ایکلند از اینکه خانواده و خواهرش رو توی این فیلم به تصویر کشیدن عصبانی شد و به همین خاطر سر کریستیان بیل داد زد. مشتزن یکی از مهمترین فیلم های دیوید اوراسل کارگردان این فیلمه. نکته مهم فیلم در مورد بازیگرهای مکمله که انگار فیلمنامه برای اونا نوشته شده و بازی بهتری ازشون میبینیم. به همین خاطر این درام تونست برنده دو اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد بشه. And I'm not waiting for Dickie, okay? I'm not getting any younger. Mickey wants you. I want you. I gotta do something. مرد سیندرلایی. راسل کرو استاد بازی توی نقشای کاراکترهای واقعیه و ران هاوارد این رو خوب میدونه که بعد از فیلم ذهن زیبا دوباره رفته سراغ این بازیگر. درام مرد سیندرلایی درباره زندگی بوکسور مشهور آمریکایی جیمز برادوکه، ورزشکاری که به خاطر فقر مجبور میشه وارد رینگ مسابقات بشه. توی تمام تاریخ بازی بوکس هیچ داستان جالب دیگه ای رو نمیتونیم با زندگی جیمز برادوک مقایسه کنیم. گلادیاتوری که به مرد سیندرلایی معروف بود. نکته جالب این فیلم حضور نوه جیمز برادوک یعنی روزماری دوید توی فیلمه. راسل کرو برای این فیلم تمرینات شدید ورزشی داشته و حسابی هم توی فیلم کتک خورده. این جمله معروف برادوکه: باید این رو باور کنم وقتی اوضاع بده میتونم تغییرش بدم. اگه اوضاع شما هم رو به راه نیست این درام ورزشی فوق‌العاده رو ببینین تا متوجه بشین چرا بهش میگن مرد سیندرلایی. فیلمی که نامزد 3 اسکار هم شد. You just don't get picked every day. Well, everybody's do. Oh, do it not, I'll take it. You had the left. فورد در برابر فراری. همین اول بگیم فورد در برابر فراری ارزش چند بار دیدن رو داره. فقط لطفاً بعدش به سرتون نزنه که برین و جاده ها رو با آتیش بکشین. حالا بریم سراغ داستان فیلم. این درام درباره زندگی و رفاقت کن مایلز و کارول شلبیه. دو نفری که توسط شرکت فورد استخدام میشن تا یه ماشین مسابقه قدرتمند بسازن که بتونه فراری رو شکست بده. نقشه این دو نفر رو اول قرار بود تام کروز و براد پیت بازی کنن، اما نهایتاً به مت دیمون و کریستیان بیل رسید. شیمی شگفت‌انگیز بین این دو بازیگر، موسیقی متنی که عین ضربان قلب ریتم فیلم رو حفظ میکنه و کارگردانی خوب اون، یه پکیج کم نظیر ساخته به اسم فورد در برابر فراری. این درام ورزشی برنده دو جایزه اسکار شد. شاید بگین این که یه درام ورزشی نیست. خب باید 2 ساعت و نیم بشینین و فیلم رو ببینین و بعدش این حرف رو بزنین. It's intrusion, Mr. Shelby, but the man pays $90 million for an automobile. The secretary's car. I like it. Ford Motor Company can build the greatest race car the world's ever seen. Shut up. شتاب یه فیلم در مورد مسابقات فرمول 1ه بدون اینکه پای فورد و فراری وسط باشه. درام شتاب درباره زندگی واقعی دو راننده بزرگ افسانه‌ای تاریخ یعنی جیمز لانت و نیکی لاودا است. دو نفری که توی یه رقابت نفسگیر تلاش میکنن برنده مسابقات فرمول 1 ژاپن توی سال 1976 بشن. ورزشکارایی که فقط دیدن شکست همدیگه راضیشون میکنه. اگه حال و حوصله ندارین و بیانگیزه این یا جنون سرعت دارین این فیلم رو ببینین. نه به خاطر کارگردانی خیلی خوب ران هاوارد یا دیدن یکی از هیجان انگیزترین رقابت های فرمول 1، بلکه این فیلم رو ببینین به خاطر آهنگسازی بی‌نظیر هانس زیمر. I have the better car and possibly I'm the better driver. 600 kilos. That's crazy. دنگل.
دنگل اسم کشتی محلی هندوستانه و داستان این فیلم درباره سینگ فوگاته، مردی که خودش اهل کشتی و رقابته اما نتونسته ادامه بده و حالا دلش میخواد یه پسر داشته باشه که جاش رو بگیره. این فیلم هندی یه داستان واقعیه و ردی از اغراق فیلم‌های هندی رو نداره. حقیقتا سینمای هند ما رو با این فیلم شگفت زده میکنه. گریه، غرور، لذت و انگیزه احساسهایی هستن که با دیدن این فیلم تجربه میکنیم. نکته جالب اینه که خانواده فوگات هنوز هم توی مسابقات کشتی حضور فعالی دارن. اگه فکر میکنید زن نباید مثل رضازاده ورزش کنه یا کسی دور و برتون هست که اینطوری فکر میکنه، این فیلم رو باهاش ببینین. چون نیمه اول دنگل شبیه فن سنجاب پرنده است که ما رو وادار میکنه تا انتها ببینیمش. یادتون نره این درام با بازی عامر خان تونست رکورد پرفروش در این فیلم سینمایی هند رو بزنه و بالاترین امتیاز این لیست رو داره. من نه کوئی ملال رہ گیا تو ایک بار اور کوشش کر لے. زندگی ما پر از آدمای معمولیه، آدمایی که گاهی شکست میخورن، گاهی از خط پایان عبور میکنن و قهرمان میشن. زندگی قهرمانا همیشه جذابه و زیر ذره بین. قهرمانای ورزشی هم از این قاعده مستثنا نیستن. شکست ها، موفقیت ها و هیجاناشون برای خیلی از ما مهمه و دیدنی. نظر شما چیه؟ بهترین فیلم ورزشی بر اساس واقعیت کدومه؟ برامون بنویسین. نظر شما هم ما رو خوشحال میکنه هم چراغ راه بقیه است. سلام سینما، اگر ویدیومون رو دوست داشتین یادتون نره ما رو لایک، سابسکرایب و نوتیفیکیشنمون رو فعال کنید.